سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه اوسانه میخونم امشب میخوام یه داستان جذاب رو براتون بخونم ای که امشب میخوام براتون بخونم درباره یک پیرمرد فقیره که توی بیابون مرغ سعادت رو پیدا میکنه این مرغ براش هر روز یه تخ میذاره مرد قافل از ارزشی که این تخم داره اون رو به بازار میبره تا باهاش یه حبه نبات بگیره اما مرد فروشنده که پی به راز تخم مرغ برده دست به کار بدی میزنه اگر میخواید ادامه داستان رو بشنوید فراموش نکنید حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر ما رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیمون کنید تا هر شب شنونده یکی از افسانه های زیبای ایران زمین باشید داستان سعید و مسعود مرد خارکنی بود که از آنچه خدا خلق کرده بود هیچ نداشت بدبخت و بیچاره بود دو تا دختر و دو تا پسر داشت در یک آسیاب خرابه ای زندگی میکرد دخترها را رو هر روز به کلاش چینی میفرستادند و پسرها را به شاگردی و مزدوری یک روز خارکن برای کندن خار به بیابان رفت به بوته خار رسید دست برد که خار را بکند که ناگهان صدای قیج و قاشی بلند شد خارکن خوب که نگاه کرد دید بله مرغی است مرغ را گرفت و در دامن گذاشت چند تا تخم هم زیر مرغ بود آنها را هم با خدا برد وقتی به بازار رسید خواست چیزی برای بچه هایش بخرد به در دکان شمعون رسید از گرسنگی دلش درد گرفته بود یکی از تخم مرغها را در و به شمعون گفت ای شمعون دلم از ضعف درد می کند یک حبه نبات به من بده و این تخم مرغ را بگیر شمعون تخم مرغ را گرفت و شناخت که گوهر شب چراغ است به خارکن گفت یک گونی نبات بس است به تو بدهم خارکن خیال کرد که او را مسخره کرده است گفت هرچه میدهی بده عاقبت شمعون یک کیسه پول با مقداری نباس به خارکن داد و خالکن با پول برای زن و بچه هایش هرچه که دلشان میخواست خرید و به خانه آورد زن با دیدل مرغ و تخم مرغها به خارکن گفت ای مرد این مرغ سعادت هست شمعون تو را گول زده است مراقب باش دیگر تخم مرغها را ارزان نفروشی چون هر کدام از آنها یک گوهر شبچراغ است شمعون پس از آن که چند تا از تخم مرغها را خرید با خود نقشه ای کشید که با زن خارکن سر و سری برقرار کند تا شاید بتواند مرغ را از چند آنها در بیاورد یک روز خارکن برای فروش تخم مرغ به در دکان شمعون رفته بود شمعون خیلی با او خوش و بش کرد عاقبت گفت ای خارکن من میخواهم به خانه شما بیایم تو چرا مرا وعده نمیگیری خارکن با سادگی گفت خوش آمدید قدم روی چشم شب خارکن شمعون را وعده گرفت فردا او را وعده گرفت دو شب بعد باز هم او را وعده گرفت تا کم کم و کم کم شمعون به خانه خارکن پا باز کرد بعد از مدتی شمعون اشک خیری به زن خارکن نشان داد و زن خارکن هم عاشق شمعون شد یک روز که شمعون در خانه خارکن میهمان بود یواشکی به زن خارکن گفت اگر میخواهی که من پیش تو بیایم و با هم یکی بشویم باید این مرغ را که دارید سر ببرید و جگر و سرش را برای من بگذارید که بخورم و تا عرم دارم غلام و حلقه به گوش شما بشوم زن سادلوه قبول کرد فردا که شد خارکن به مسافرت رفت و زن او دخترها را به سر کار کلاش چینی و پسرها را که دیگر به مدرسه می به آنجا فرستاد و شمعون را وعده گرفت. با غلاپولوی درست کرد و مرغ زبان بسته را داد سر بریدند. زن مرغ را پاک کرد. زیر پلو گذاشت و جگر و سر مرغ را هم بالای پلو قرار داد و دو سه کفکیر هم برنج روی آن ریخت. نزدیک ظهر دو تا پسر خارکن به نام سعید و مسعود از مدرسه آمدند. خیلی گرس نبودند. مادر خود را دیدند که هفت قلم آرایش کرده است. پسر بزرگ به برادر کوچکش گفت: مسعود، مادرمان حتما میهمان مهم می دارد. بیا تا توی آشپزخانه نهارمان را بخوریم و برویم مدرسه دو برادر به آشپزخانه رفتند یک سینی برداشتند و کفگیر انداختند و به سلامتی شما سر و جگر را که بالا بود بیرون آوردند جگر را سعید و سر را مسعود خورد سه تو را خوردند آبی رویش و یا از و مدد به طرف مدرسه را افتادند. شمعون آمد و زن بلند شد و دورش گشت از سرش رفت و از پایش درآمد سفره انداختند و از این حرفا وقتی شمعون به مرغ نگاه کرد دید ای داده بیداد بی داد. اصل کاری در قاب پلو نیست شمعون با ناراحتی بلند شد لگدی به قاب پلو زد و آن را پرت کرد و گفت ای زن تو مرا به ریش خند گرفته ای من گفتم که هیچ کس به مرغ دست نزند تا من بیایم من رفتم. شمعون قهر کرد و براه افتاد که برود. زن که عاشق پاک باخته شده بود دوی دنبال سرشو گفت آخر من چه کار کنم؟ پسرهای من سر و جگر را خوردن تکلیف من چیست؟ شمعون گفت اگر مرا میخواهی باید بدهی شکم دوتا پسرت را پاره کنند و جگر و سر مرغ را بیرون بیاورند. این سر و جگر در شکم سالم میمانند و آب نمیشوند. دوباره آنها را میشوی و کباب میکنی تا من بخورم و با تو دوست و یکی بشوم. زن گفت کاری ندارد تو عصبانی نشو هر چه گفتی میکنم زن رفت و به نوکری که داشتن گفت این هزار تومان را بگیر برای خودت برو وقتی سعید و مسعود را از مدرسه میآوری آنها را به گوشه خلوتی ببر و شکمشان را پاره کن و سر و جگر مرغ را بیاور. بیا تا هزار تومان دیگر هم به تو بدهم. نوکر به دنبال سعید و مسعود رفت. عصر آنها را از مدرسه بیرون آورد. به نیمه راه که رسیدند، مرد به آنها گفت ای بچه ها، به خانه نروید که خطر دارد. مادرتان دل به شمعون داده. اگر به خانه بروید شکم هر دوی شما را پاره می کند که جگر و سر مرغی را که ظهر خورده اید از شکمتان بیرون بیاورد. با من بیایید تا شما را از شهر بیرون ببرم نیرنگی با آنها بزنم و جان شما را نجات بدهم. چون من با پدرتان نان و نمک خوردم هیچ وقت شما را نمی کشم. بچه ها قبول کردند. مرد که اینطور دید آنها را برد و رفت و رفت و رفت تا به دهی رسید از آن ده مرغی خرید دادان را کشتند و پرهایش را کندند پیرهن بچه ها را از تنشان درآورد و با خون مرغ آغشته کرد سر و جگر مرغ را هم نیمه پس کرد و چند تا برنج هم به آن چسباند گذاشت توی دستمال و به بچه ها گفت بروید و دیگر به پشت سر خود نگاه نکنید از این شهر بیرون بروید نوکر به خانه آمد و سر و جگر را به زن داد زن سر و جگر مرغ را شست و روی آتش گرم کرد و به شمعون داد شمعون سر و جگر را خورد ولی هیچ فایده ای پیدا نشد دعوای سختی با زن کرد و به دکان خود رفت اما از سعید و مسعود بشنو آنها رفتند و رفتند و رفتند چندین شبانه روز رفتند تا به سر یک دوراهی رسیدند. روی سنگی در ابتدای دوراهی نوشته بود که اگر دو نفر با هم از این راه بیایند خطر دارد. یکی باید از دست راست برود و یکی از دست چپ. این را هم بگویم که هر شب آنها می خوابیدند صبح که میشد، صد تومان در زیر سر سعید که جگر مغرا خورده بود وجود داشت. سعید پولهایی را که داشت به مسعود داد و آن دو دست در گردن هم انداختند بسیار گریه کردند سر و صورت یکدیگر را بوسیدند و از هم جدا شدند یکی از راه دست راست رفت و یکی از راه دست چپ سعید بعد از سه روز رسید به سه تا نردیف نر که با هم دعوا می کردند و کارشان به زد و خورد کشیده بود تا سعید را دیدند یکی از آنها گفت الهی شو که آدمی زاد آمد. بیای آدمی زاد این مشکل را برای ما رفع کن. سعید گفت مشکل شما چیست؟ یکی از نردیوها گفت ما با هم چهار تا از چیزهای حضرت سلیمان را پیدا کرده ایم. سه تا را تقسیم کرده ایم. اما بر سر چیز چهار را معطل مانده که چه کنیم؟ یکی شب کلاه حضرت سلیمان. دیگری قالیچه حضرت سلیمان. سومی ترکه ی حضرت سلیمان و آخری هم تیر و کمان حضرت سلیمان سعید گفت خب بیایید تا مشکل شما را حل کنم پس گفت من تیری در این کمان میگذارم و تا آنجا که زور دارم تیر را پرتاب میکنم هر کس زودتر تیر را پیدا کرد و آورد تیر و کمان مال اوست سعید با خودش گفت به حکم حضرت سلیمان ای تیر به جایی برو که هرچه این نردیف ها بگردند پیدا نکنند. تیر را پرتاب کرد. تیر قیجی کرد از چله کمان در رفت. ستا نردیف به دنبال تیر دویدند هرچه گشتند آن را پیدا نکردند. تا نردیف ها مشغول جستجو بودند سعید نشست روی قالیچه حضرت سلیمان. ترکی به قالیچه زد و گفت به حکم حضرت سلیمان مرا جایی ببر که هیچ کس نتواند مرا پیدا کند و اثری از نر دیفی در آنجا نباشد. دیوها وقتی برگشتند نه آدمی زادی دیدند نه چیزی. ناچار ناامید بلبل کنان و تنور کشان سر به بیابان گذاشتند. قالیچه حضرت سلیمان سعید را به شهر دلارام چین برد. در کنار کاروان سرای او را به زمین گذاشت. سعید اتاقی در کاروان سرا گرفت و مشغول زندگانی شد تا اینکه یک روز با خود گفت بهتر است بروم و گردشی بکنم. رفت گردش بکند دید که در کنار ای در حدود هزار تا جوان خوابیدند و تا گردن در خاکستر نشستند و خاکستر به سر و روی خود ریختند. سعید از یکی از مردمی که در آن کنار تماشا می پرسید اینها چرا به خود چنین کردند؟ چرا خود را زنده زنده در قبر کردند؟ آن مرد گفت ای جوان نگاهی به بالا بکن این قلعه دلارام چین است دلارام هفته یک بار دریچه بالای قلعه را باز می و اینها که خاکستر نشین شدند همه عاشق دلارام هستند هر کس که به خانی دلارام برود و صد تومند بدهد یک شب او را میهمان می کنند و فردا او را بیرون می اندازند. سعید با خودش گفت پس این برای من خوب است چون پول دارم سعید رفت و در قلعه را زد کنیزی آمد و گفت چه می خواهی؟ سعید گفت من میخواهم امشب به قلعه بیایم. کنیز گفت پولت کو؟ سعید گفت بیا این صد تومن. سعید داخل شد اما همراه خودش قالیچه حضرت سلیمان و ترکه را برده بود. آنها را طور زیر لباس خود پنهان کرده بود که کسی ملتفت نشود. اما دلارام چهل کنیز همشکل و قیافه خودش داشت که هر شب یکی از آنها را پیش میهمان ها میفرستاد که از آنها پذیرایی کنند. هر کس پول داشت می توانست شبی صد تومن بدهد و هر چند شب که میخواست در آنجا باشد. اما اگر پولش تمام میشد او را بیرون میکردند و همه آن خاکستر نشین ها در اثر بیپوری در کنار قلعه تا گردن در خاکستر نشسته بودند و عاشق و دلباختی دلارام شده بودند. سعید هر شب صد تومن میداد و دلارام میدید که پولش تمام نمی شود. یک روز با کنیزها گفت که این جوان حتما جگر مرغ سعادت را خورده است. باید امشب او را مست کنیم و از گلویش درآوریم. اما از مسعود بشنو که سر مرغ را خورده بود و هرکس سر مرغ را میخورد به پادشاهی میرسید. مسعود که از طرف راست رفته بود به شهری رسید. ناگهان چند نفر نگهبان او را گرفتند و به دربار بردند. پادشاه چون پسر نداشت دستور داده بود که هر کس در فلان روز از سمت راست دروازه رد بشود او را بیاورید و او را به جای من پادشاه کنید. به این وسیله مسعود به پادشاهی رسید. اما دوباره سعید بشنو. شب که شد به دستور دلارام چین او را مست کردند. مشتی به گردش کوبیدند و جگر مرغ از دهانش بیرون افتاد. فردا شب دیگر نتوانست صد تومن را بدهد. اردنگی به پس او زدند و بیرونش انداختند. اما سعید چیزهای حضرت سلیمان را در جایی پنهان کرده بود. رفت و آنها را آورد و با خود گفت پدری ازتان در بیاورم که آن سرش ناپیدا به دستور دلارام جگر را شستند و کباب کردند و دلارام آن را خورد اما وقتی که صبح بلند شد هرچه زیر سر خود را گشت چیزی ندید به جای صد تومن یک اقرب سیاه از زیر سرش فرار کرد تو نگو که تلسم این جگر به اسم سعید بوده است فردا شب که شد شب کلاه حضرت سلیمان را به سر گذاشت و رفت به سراغ دلارام. ترکه را بلند کرد و بر پشت دلارام و چهل کنیزش فرود آورد. به حکم حضرت سلیمان هوش هر هر. همه آنها به اولاغ تبدیل شدند. آنها را به خرکداری تحویل داد و گفت ای خرکدار من چهل و یک خر دارم. آنها را به تو می دهم برو از صبح تا شب به گرده آنها سنگ بکش هرچه هم در آوردی برای خودت هرچه دلارام با سم خودش بالای خاک نوشت که من توبه کردم این چیزی که از تو گرفتم پس خواهم داد بیا مرا مثل اول به صورت آدم درآور. سعید قبول نکرد و گفت که باید هفت پوست از گرده تو بکنم. از صبح داد به گرده او سن کشیدن تا اینکه گردهش زخم و زیلیک شد توبه که کرد سعید از سر تقصیرات او گذشت ترکه را به پشت او زد و او را به صورت آدم درآورد. اما کنیزک ها به همان صورت ماندند و به خرکدار واگذار شدند یک روز دلارام و سعید روی قالیچه نشستند سعید با ترکه به قالیچه زد و گفت ای قالیچه به حکم حضرت سلیمان ما را به آن جایی ببر که برادرم هست مسعود هم دستور داده بود که در بیرون دروازه شهر سقاخانه بسازند و عکس خود را در آن سقاخانه زده بود و دستور داده بود که نگهبانها مواظب باشند هر کس آمد و آب خورد و عکس را نگاه کرد و آه کشید او را بگیرند و به خدمت من بیاورند سعید وقتی با دلارام به شهر رسید از قالیچه پیاده شد. به کنار سقا خانه رفت، آب خورد و چون به بالا نگاه کرد، عکس برادر خود را دید. آهی کشید. فوراً دو نگهبان دستهای او را از دو طرف گرفتند و به خدمت مسعود بردند. سعید تا مسعود را دید، دست در گردن همدیگر انداختند و خوش و خورم با هم به زندگی مشغول شدند. الله شما هم به مرادتان برسید. روایت بعدی که براتون میخونم اسمش هست سفر. روزی روباهی از راهی میگذشت. بین راه عبایی دید. عبا را برداشت و به دوش انداخت. بعد به خر کوتاه قدی رسید. خر روباه را که دید سلام کرد. روباه گفت سلام علیکم. آی خر زحمت کش و نجیب اینجا چه کار میکنی؟ خر گفت صاحبم چون خیلی فقیر بود مرا در این بیابان خدا ول کرد و رفت روباه گفت من سفری در پیش دارم اگر خواستی می توانی با من بیایی خر از این که رفیق پیدا کرده خوشحال شد روباه سوار خر شد و راهی را پیش گرفتند همینطور که می رفتن به لکلکی برخورد کردند لکلک گفت آقا روباه سفر بخیر کجا می روی؟ روباه دستی تکان داد و فریاد زد میروم زیارت لکلک لک گفت من را هم با خودت ببر کمی که رفتن به کلاقی برخورد کردن کلاق پرسید آقا روباه سفر به خیر کجا میری؟ روباه سری تکان داد و گفت میروم زیارت میبینی که لکلک لک هم آمده کلاق پرید و سوار خر شد رفتند و رفتند تا رسیدند به خروسی خروس هم سوار خر شد نزدیک غروب با آسیاب کهنه ای رسیدن که خراب شده بود. توی خرابه بره ای را دیدن که گوشه ای کس کرده بود و بعبه می کرد. بره را سر بریدند و گوشتش را تکه تکه کرده توی قابلمه گذاشتند. روباه گفت هر وقت گرس نیمان شد از گوشت های این بره می خوری. بعد با هم رفتند توی یکی دیگر از اتاقهای آسیاب. روباه سخت گرسنش شده بود حیفش میآمد که همراهانش از گوشت بره سهمی ببرند فکری به خاطرش رسید با صدای بلند گفت بله بله چه میخواهی صبر کن یعنی الان میام بعد بلند شد و به اتاق دیگر رفت از گوشت های بره تا زیر دسته های قابلمه خورد و برگشت همراهانش پرسیدند کی بود چی میخواست گفت یکی از اهالی زنش زاییده مرا صدا کردند که بروم نامی برای پسرشان بگذارم خروس پرسید اسم پسر را چه گذاشتی روباه گفت تا زیر دسته هایش ساعت دیگر باز روباه فریاد زد بله بله آمدم بعد بلند شد و رفت گوشت های قابلمه را تا وسطش خورد و برگشت ای بابا زنی از آبادی بالا زاییده بود. منو دعوت کردن که برای بچهشان اسمی بگذارم. لکلک لک پرسید خوب اسمش را چی گذاشتی؟ روباه گفت تا وسطش. فردا صبح زود خروس و کلاق از خواب برخواستند. رفتن که از گوشت داخل قابلمه بخورند. دیدن که ای داده بیداد تا وسط قابلمه را خوردند. فهمیدن که کار آقا روباه بوده. گوشت های باقی مانده را تا آخر خوردند و بعد برگشتند و روباه و لکلک لک و خر را از خواب بیدار کردند. روباه به اتاق دیگر رفت. توی قابلمه را نگاه کرد و دید که یک ذره گوشت نمانده. دماغ سوخته و دلتنگ برگشت. گرس نشده بود. کمی فکر کرد و عبایش را که به دوش انداخته بود جا به جا کرد و به لکلک لک گفت. آی لکلک! لک. حالا که خوب فکر می کنم می بینم زیارت تو قبول نیست در شبهای تاریک آدم گرسنه و بدبختی برای اینکه شکم زن و بچه هایش را سیر بکند می دزدی اما تو ناجنس با منقارت به شاخه درخت می و تق تق می کنی و صاحب خانه را بیدار می کنی باید تو رو بخورم لک لک خفه کرد و او را خورد نزدیک زور که روباخ گرسنه شده بود به خروز گفت متاسفانه هر چه فکر میکنم میبینم که زیارت تو هم قبولی نیست. روزهای گرم تابستان دروگرها خسته و کوفته از سر مزرعه برمیگردند. شب میخواهند استراحت کنند. اما تو وقت و بی وقت با آن صدای نکرت فریاد میزنی قوقولی قوقو و آنها را از خواب بیدار میکنی. خروس را هم گرفت و خورد. کلاخ که مرگ خروس را جلوی چشم هایش دید، دانست که به این زودی ها بهانه ای هم برای او پیدا می کند و او را می خورد. به روباه گفت خیال می کنی طول این اتاق چند متر است. روباه گفت نمیدانم، ولی شاید پانزده متری بشود. کلاق گفت مردم می گویند دوم من متر است. من مترش می کنم. بعد بالای اتاق رفت. جست میزد و می گفت یه متر، دو متر، سه متر. تا به کنار در رسید. به روباه گفت ببخشید آقا از جلوی در کنار برو ببینم ده متر می شود؟ به محض اینکه روباه از کنار در آن طرف تر رفت کلاق بیرون پرید و پرواز کرد. روباه خیلی ناراحت شد با خود گفت با این همه زیرکی فریب خوردم. باخر خداحافظی کرد و گفت کلاق از رفتن به زیارت پشیمان شد. من هم پیر شدم حالا تو برو بعدا همدیگر دیگر را میبینیم روبا خودش را به بیشه ای رسند و آنجا خودش را به موش مردگی زد اتفاقا کلاق چشمش به روبا خورد با خود گفت این یا واقعا مرده یا خودش را به مردن زده بهتر است با منقار گرداگرد او خطی بکشم اگر نمرده بود و بلند شد که برود گشتی بزند خط به هم میخورد. کلاق دور روباه خطی کشید و پرواز کرد. بعد از مدتی برگشت و دید که روباه از سر جایش تکان نخورده. رفت و روی شکم روباه نشست. روباه او را گرفت و گفت آی پدر سوخته از چنگ من فرار میکنی؟ بعد کلاق را به دهان گرفت. کلاق گفت ای روباه حالا که مرا میخوری خواهشی از تو دارم. مبادا بگویی باقلی قره برای اینکه تمام دوستان و خیشان من اینجا میآیند و پرهایشان میریزد و میمیرند و تو آنها را میخوری روباه با خودش گفت چرا نگویم باقلی قره؟ گوشت زیادی اینجا جمع می شود. بعد همین که دهانش را باز کرد که فریاد بزند باقلی قره کلاق زیرک و باهوش بیرون پرید و پرواز کرد.